به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و وقت بخیر. در این پریزنتیشن خود ما شما سر اساسات انزایم ها از نگاه بیوشیمی صحبت میکنیم. البته این پریزنتیشن به سطح دوره لسانس در نظر گرفته شده، یعنی همون گپ های بسیار اساسی و ابتدایی در باره انزایم ها گفته میشه و مورد بحث قرار میگیره. و اهداف آموزشی از این فصل ما همی است که شما بعد از اینکه این پریزنتیشن و این فصل خلاص میکنین درباره خصوصیات عمومی انزایم ها بفهمین و معلومات داده بتونین و همین رقم درباره کینتیک انزایم ها و فاکتورهایی که در سرعت تعاملات انزایماتیک داخل هستن و چی نوع تاثیرات دارن درباره از این معلومات کافی داده بتونین. اگه یک معرفی داشته باشیم که خود انزایم ها چی هستن، میگم این رقمی که شما در دوران مکتب هم خوندین، انزایم ها کاتالیست های بیولوژیکی هستن. و چرا ما ایره کاتالیست های بیولوژیکی میگیم؟ میگیم بخاطر که توسط حجرات تولید میشن، توسط حجرات موجودات زنده، و چون کاتالیست هستن بخاطر که در تعاملات سهم میگیرن اما در جزء تعاملات نمیشن، یعنی در تعاملات به مصرف نمیرسن، جزء محصول نمیشن. و چیز دیگه که مهم است که انزایم ها به مقادیر جزئی تولید میشن نظر به مو نیاز. در این مثال ما شما میبینیم که یک تعامل که انزایماتیک باشه و بباشه که من یک لیزر رو بگیرم. خب سعی کنین یادم باشه که انزایم ها شروع کننده تعاملات نیستن. تعاملات شروع میتونه شوه و پیش هم میره و به اکتیویشن انرژی ضروره دارن تا به محصول تولید شون یا تبدیل شون. در صورتی که انزایم موجود نمی باشه، مثلا در رنگ فیروزه‌ای نشان داده شده، به اکتیویشن انرژی بسیار زیاد ضرورت می باشه تا به محصول تبدیل شه. ولی انزایم ها وقتی که ما میگیم که سرعت تعاملات زیاد می سازن، چی کار می کنن؟ اکتیویشن انرژی رو کاهش می دن. اکتیویشن انرژی رو که وقتی کاهش دادن، ببینید در رنگ سر به سرعت ای تعامل انجام میشه، مواد تعامل کننده به محصول تبدیل میشه. البته یاد ما باشه که در انرژی آزاد گیبز تغییر نمی. اگه یک تعامل اگزوترمیک یا اندوترمیک می باشه، هر چقدر انرژی که ضرورت داره یا هر چقدر انرژی که به آزاد میکنم، در او تغییرات نمی. چی در حالت انزایماتیک باشه و چی در حالت غیر انزایماتیک، میبینید انرژی آزاد گیبزشون کاملا معادل هسته. خب پس تنها کاری که میکنه چی کار میکنه انزایم ها؟ اکتیویشن انرژی رو کاهش میدن. وقتی که اکتیویشن انرژی رو کاهش دادن، از این طریق سرعت فعالیت انزایم، سرعت فعالیت تعامل چی میکنن؟ زیاد میسازن. یا ببخشید سرعت تعامل زیاد میسازن. بعض تعاملات خود به خودی انجام میشه، ولی به خاطر از اینکه اکتیویشن انرژی بسیار زیاد ضرورت دارن، ممکن روزها، ساعتها یا ماها یا سالها ضرورت داشته باشه که تا مواد تعامل کننده به محصول تبدیل شد. بدن انزایم ها چی کار میکنن؟ با کاهش اکتیویشن انرژی سرعت تعاملات زیاد میسازن. و معمولا انزایم ها بین 10^3 الا 10^14 مرتبه میتونن که سرعت یک تعامل، مثلا یک انزایم داریم به نام لکتوز، چی کار میکنه؟ سکراید یا قند دو قیمتی لکتوز رو تجزیه میکنن و گلکتوز و گلوکوز. بنان طبیام دای سکراید لکتوز تجزیه میشه و گلکتوز و گلوکوز، اما به انرژی زیاد ضرورت داره تا عملیه اتفاق بفته. ولی در صورتی که انزایم به نام لکتیز این عملیه رو انجام میده، ببینین با یک اکتیویشن انرژی کمتر کار چی میشه؟ انجام میشه. دقیقاً ما اگه بگیم اکتیویشن انرژی اونمو اگه تعریفش کنیم، میگیم کمترین مقدار انرژی است که به خاطر پیش برده یک تعامل ضرورت است، یعنی مواد تعامل کننده به محصول تبدیل شده. به کمترین انرژی که حداقل انرژی که ضرورت باشه اونمو یک مقدار اکتیویشن انرژی میگیم. در حقیقت اگر یک مثال بسیار ساده عام فهم براتون بتم، مثلا ما شما یک کار را بخوایم انجام بدیم، برای یک کار اگر انجام بدیم 10,000 افغانی ضرورت است و یک کار را که انجام بدیم 10,000 افغانی ضرورت است یک کار انجام بدیم، بنان کدام از این برای ما چی کار میکنن؟
بر ما مشکل ساز میشه. یعنی اوی که به انرژی بیشتر یعنی به پول بیشتر ضرورت دارد، دقیقت خود از او یک معنی پیش برده است بنان فراهم کردن از او قدر پول وقت کار دارد. از این خاطر خیلی چی کار میکنه؟ دقیقت اکتیویشن انرژی هم اینمی کار است، به خاطر اونمو اجرای عملیه اونمو پول یا اونمو انرژی ضرورت است. اما وقتی که هر جقی انرژی زیاد می باشه اونمو قدر فراهم کردن از این کار آسان نمی باشه، اونمو قدر وقت گیر می باشه. خیلی انزایم چی کار میکنه؟ انزایم دقیقت اینمی اکتیویشن انرژی را کاهش میده تا امو عملیه زود انجام شوه. خب انواع تعاملات انزیماتیک چهار احتمال وجود داره. احتمال اول از این که یک ماده به ماده دیگه تبدیل کنه، یک ماده به ماده دیگه تبدیل کنه، درست است؟ و یا هم یک ماده تجزیه کنه بشکنه به دو یا بیشتر از دو ماده دیگه تجزیه کنه، درست است؟ و یا هم دو یا بیشتر مواد با هم یک جای کنه یک ماده تشکیل بده، و یا هم دو یا بیشتر از مواد با هم سرشان تاثیر کنه به دو یا بیشتر مواد دیگه چی کنه؟ تبدیل کنه. پس تعاملات انزایماتیک چهار احتمال داشته می باشه که میتونه که به هر طریقی از این انجام شه. خب مراحل کتالیز تعاملات توسط انزایم ها ما میتونیم بگیمش که ده به سه مرحله تقسیم شده. میبینین اینجا اگه اینی رنگ سیاه را که در شیما نشان داده شده، اگه ایره انزایم در نظر بگیریم و این رنگ سبز که نشان داده شده ایره سبستریت در نظر بگیریم، انزایم با سبستریت وقتی که یک جای میشه مرحله اول یک کامپلکس یک مغلق انزایم سبستریت میسازه، انزایم سبستریت یک مغلق میسازه. در این زمان انزایم سر از عمل کرده ایره به چی تبدیل میکنه؟ سبستریت به محصول. پس مرحله دومش چی تشکیل میشه؟ مغلق انزایم سبستریت تشکیل میشه و بعد از اینکه سبستریت تشکیل شد در بدن انزایم به اصطلاح چی کار میشه؟ مرحله سوم آزاد کردن محصول است، درست؟ خب و یاد ما باشه که همین یک اصطلاح قلف و کلی بر انزایم و سبستریت گفته میشه. همین رقم شما میفهمید که هر کلی هر قلف واز نمیکنه و هر قلف توسط هر کلی واز نمیشه، بنان همین جری و جوا که کلی و قلف بسیار با هم تطابق داشته می باشن. از این خاطر بر انزایم و سبستریت هم یک اصطلاح قلف و کلی مدل استفاده میشه. چرا؟ سبستریت واقعا اونمو شیما و شیپ را داره که اکتیو سایت انزایم ها داشته می باشه. خب اکتیو سایت انزایم ها دقیقت اونمو محل فعال انزایم است که با سبستریتش وصل میشه و سبستریت به محصول تبدیل میکنه. خیلی سبستریت چی است؟ سبستریت اونمو ماده را میگیم که سر از او انزایم عمل کرده و او را به محصول تبدیل میکنه. خب سبستریت بعض اکثریت انزایم ها به خاطر فعالیت خود به یک مواد جانبی دیگه هم ضرورت دارن. البته بگیم که یادمانه را که اکثریت مطلق انزایم ها ماهیت پروتینی دارن. یک مقدار کم بسیار اندک انزایم ها هستند که ماهیت رایبوزوم آرنه ای را دارن، یا از این خاطر به نام رایبوزایم ها یادش میکنیم که همون دقیقت رایبوزوم ها را میسازن، آر آرنه هستن اونا. باقی تمام انزایم ها ماهیت پروتینی دارن. بنان زمانی که یک انزایم که ماهیت پروتینی دارن به خاطر فعالیت خود به مواد جانبی کمک کننده ضرورت داره، بدون از این میتونه خود پروتینی که خود انزایمی که ماهیت پروتینی داره که در حقیقت شکل غیر فعال است هنوز، دیره به نام اپو انزایم یاد میکنیم که حالت غیر فعال است. حالا برای فعال شدن خود به یک تعداد مرکبات ضرورت داره که به نام کوفاکتور یاد میکنن، به نام کوفاکتور. کوفاکتور ببینین اینه کوفاکتور با با اپو انزایم یک جای میشه، حال یک انزایم فعال میسازه که همین انزایم فعال به نام هلو انزایم یاد میکنیم. انزایم فعال هلو انزایم است که دقیقاً اپو انزایم جمع کوفاکتور است. بعد از این قدرت از این داره که بالای سبستریت یا با سبستریت وصل شد و سبستریت به محصول تبدیل کنه. البته یاد ما باشه که کوفاکتور از نگاه ماهیت کیمیاویش دو نوع است. اگر این مواد عضوی باشه این کوفاکتور ماهیت مرکبات عضوی را داشته باشه ایره به نام کو انزایم یاد میکنیم.
بازم میگم کو فاکتور اگر ماهیت عضوی داشته باشه به نام کو انزایم یاد میشه، اگر ماهیت غیر عضوی داشته می باشه به نام فعال کننده یا اکتیویتر یاد میشه. درست؟ خب بعض کو فاکتورها که اکثرا مثل آهن و نکل و کوبالت و منگنیز و مگنیزیم اینا هستن، یا به شکل یک تعداد از یا به شکل دائمی با اپو انزایم وصل می باشه، یعنی یک جزء دائمی انزایم است، موقتی نیست. بعد یک تعداد زیاد کوفاکتور ها و کو انزایم ها به شکل موقتی است، با اپو انزایم وصل میشن، کار خود انجام میتن، سلسله به محصول تبدیل میکنن، پس جدا میشن. اما یک تعداد کوفاکتور ها به شکل دائمی وصل می باشه که نمی در صورت که نمی ها به شکل دائمی وصل باشه، اصطلاحی به نام پروستاتیک گروپ یاد میشن. پروستاتیک گروپ به اونمو قسمت های یا کوفاکتور های انزایمیات میشه که به شکل دائمی با چی وصل هستن؟ با قسمت پروتینی انزایم وصل هستن. البته یادمون نره که سبستریت با انزایم ها معمولا توسط روابط غیر اشتراکی وصل میشن. البته مثال میتونیم روابط هایدروجنی بگیم، روابط الکتروستاتیک بگیم، میشه رابط واندروال بگیم، اما در بعض اوقات بسیار ندرت آن هم رابط اشتراکی جور میشه که رابط اشتراکی بسیار موقتی میباشه بین سبستریت و بین انزایم. خب میاییم یک چند کوئنزایم هم معرفی میکنیم که بسیار کوئنزایم های مهم فیزیولوژی که ما اصلا زیاد باید شما سر میخورین. مثلا یکی از کوئنزایم ها به نام نیکوتین اماید ادینین داینکلوتاید است. نیکوتین، اینش از نیکوتین، ایش ببخشید نیکوتین اماید، اینش ایش از ادینین، دیش هم از داینکلوتاید است. خب نکلوتاید شما میفهمین که واحد های ساختمانی نیکلیک اسید هاست، یعنی دی ان ای و ار ان ای واحد های ساختمانی هست، و شما میفهمین که نیکلوتاید از یک بیس نایتروجنی، یک قند رایبوز یا دیوکسی رایبوز و یک حداقل یک گروپ فاسفیت تشکیل شده. بنابراین وقتی که ما میگیم نیکوتین اماید ادینین داینکلوتاید، به این معنی است که دو دانه نیکلوتاید داریم که یکیش از نیکوتین اماید ساخته شده دیگه از ادینین. اگر ما شما در این تصویر مشاهده کنیم این دی مثبت که است، ببینید این یک بیس نایتروژنی است به شکل گلوبین نشان داده، بیس نایتروژنی ما ادینین است با قند رایبوز وصل شده با یک گروپ فاسفیت، پس یک دانه ادینین مونوفاسفیت است، درست یک نیکلوتاید است. خب نیکلوتاید دیگه ما چیه هسته؟ نیکوتین اماید هست، اینی که به رنگ ها و بیرنگ نشان داده شده، باز با قند رایبوز و یک گروپ فاسفیت. پس میبینیم یک دانه نیکلوتاید اینجاست، یک دانه نیکلوتاید اینجاست. از همین خاطر خیلی دو دانه نیکلوتاید شد. دو دانه نیکلوتاید که البته بیس های نایتروجنیشان فرق داره، از یکیش نیکوتین اماید است، یک نیکلوتایدش، یک نیکلوتایدش هم ادینین. از این خاطر نام از این را میگیریم نیکوتین اماید ادینین داینکلوتاید. البته به شکل NAD مثبت حالت اکسیدیش است، کایتوجن بالایش نصب نشده، این اینجا ببینید. البته قسمت فعالش که به شکل کوئنزایم اول میکنه قسمت نیکوتینامایدش است، در این قسمت ببینید در این حلقه ازی یک گروپ هایتوجن داره و اینجا نایتوجنی که با قند رایبوز وصل شده اینجا میگدونه چارچ مثبت داره. این حالت اکسیدیش از همزمی خاطر NAD را مثبت نشان میده، اینجا یک دانه چارچ مثبت داره. باقی مانده این نیکلوتاید های دیگه به شکل غیر فعال است که جز ترکیب خود امی کوئنزایم می سازه. زمانی که با دو هایدروژن و دو الکترون تعامل میکنه، یعنی ایره انزایم از سبستریت میکشه امی دو هایدروژن به شکل پروتون و دو الکترون بالای از یک نصب میکنه، ببینین یک دانه هایدروژن دی قسمت نیکوتین اماید بود، دو دانه هایدروژن شد و یک دانه ببینید چارچ مثبت اینجا بود، یک دانه الکترون برش که داد، پس چارچ های ازیا پوره شد. خیلی به می خاطر چی میشه؟ اینی حالت NADH شد که البته یک هایدروژن هم یک دانه الکترون که به این هایدروژن داده شد، یک الکترون هم به یکی از این هایدروژن ها بخشن، یک الکترون به این داده شد، یکی الکترون به هایدروژن داده شد که به اینجا نصب شد، پس یک هایدروژن مثبت اینجا مان که نمی زمی خاطر یک هایدروژن دیگهش میمونه، پس این را میگیم حالت ارجایش NADH پلس یا مثبت هایدروژن مثبت. درسته دو دانه هایدروژن که دو الکترون از سبستریت کشیده شد به واسطه انزایم به کوئنزایم NAD کالت اکسیدی از داده میشه به NAD مثبت، بنان NADH جمع هایدروژن مثبت نشته میشه. خیلی اولین
یکی از نیکلوتاید ها، یکی از کوئنزایم های ما نیکوتینامید ادینین دای نیکلوتاید بود. دومش که تقریبا مشابه به میاسه نیکوتین اماید ادینین دای نیکلوتاید فاسفید است. یک گروپ فاسفید میبینید چی هسته داخلش اضافه داره. میبینید این مرکب پیشتر است. این نیکوتین اماید است. ای رایبوز ای قندش پس چی هسته نیکلوتاید که نیکوتین اماید داره. و این نیکلوتاید است که چی داره؟ ادینین داره. ولی دینیم قند رایبوز نیکلوتاید ادینین دار یک دانه فاسفید اضافه نصب است. که از این خاطر ایره این ای دی پی میگه. نیکوتین اماید ادینین دای نیکلوتاید فاسفید. و چارچ مثبت دالت اکسیدش چون نیتروژن بالای از یا نیست بنان چارچ مثبت از خاطر کجاست مثل پیشتر از نیتروژن که در نیکوتین اماید این اینجا وصل است. و اینجا مربط یک هایدروژن داشته باید داشته باشه پس اون ببینیم. خب چی کار میشه؟ وقتی که با هایدروژن و الکترون تعامل میکنه یا ایره سبستریت انزایم میگیره بالای از یا نصب میکنه چی کار میشه؟ اینجا هایدروژن ها را پیدا میکنه درست و اینجا یک چارج مثبتش خلاص میشه که الکترون سر از این نصب میشه و این میشه NADPH. البته یا مثل NADPH جمع هایدروژن مثبت نشان داده میشه. این حالت NADPH حالت هایدروژن چیش هست؟ ارجایش هست. NADPH حالت اکسیدش هست. یعنی هرگاه بالای NADP هایدروژن نصب شده NADPH میشه. هرگاه از NADPH هایدروژن کشیده شده NADP میشه. کوئنزایم دیگه فلابین ادینین دای نیکلوتاید است. ببینین بازمی از نامش پیداسته که یک نیکلوتاید داریم که از فلابین بیس نیتروژنیس است، یک نیکلوتاید داریم که ادینین از بیس نیتروژنیس. های دای نیکلوتاید دادن است، دادن نیکلوتاید با هم اتصال پیدا کردن. ای ام پی ادینین مونوفاسفید که فرمولش دینجا مشرح نامده دیگه، شما فرمولش از فرمولای قبلی میفهمین از افیدی از اندی. البته ادینین مونوفاسفید است درست. ببینین با یک نیکلوتاید دیگه وصل است. این نیکلوتاید است یک گروپ فاسفید قند رایبوز و اینیام بیس نیتروژنی است درست. خب اینال ببینین که در اینجا بیس نیتروژنی نیکلوتاید دوم که نیکلوتاید فلاوین بگویم میشه هی بیس نیتروژنی از این فعال است. ببینین یک دانه رابطه جفته داره اینجا یک دانه نیتروژن. این نیتروژن این قسمت که است هایدروژن نداره و این نیتروژن که قسمت است هایدروژن نداره. بنان وقت زمانی که با دو هایدروژن و دو الکترون تعامل میکنه این هایدروژن های مثبت با الکترون ها یک جایی میشه بالای از یا نصب میشه. میبینین اینجا این نیتروژن هم هایدروژن پیدا کرد، این نیتروژن هم هایدروژن پیدا کرد. از این خاطر FED مثبت، البته FED ببخشین، به FEDH دو چی میشه؟ تبدیل میشه. FED تنها حالت اکسیدش است، کایتوجن نداره. زمان کایتوجن سرش نصب میشه حالت ارجایش است که FEDH2 میشه. البته در اینجا دیدین تفاوتش با NADH پلس H مثبت چی است؟ یا اونجا اگر H مثبت اضافی میمانه در اینجا هایدروژن ها با الکترون ها اتصال پیدا کرده بنان آیون هایدروژن اینجا نداره به شکل آیونی. FEDH2 نشان داده میشه که این هم در تعاملات اکسیدی ریدکشن باعث کوئنزایم انزایم های عمل میکنه. دیگه داریم فلاوین مونونیکلوتاید است. پیشتر فلاوین دای نیکلوتاید بود، فلاوین ادینین دای نیکلوتاید بود، ام دفعه فلاوین مونونیکلوتاید است. بخش ادینینش نداره. ببینید عین مرکب است، قند رایبوز یک گروپ فاسفید و بیس نیتروژنیش عین کار انجام میده. زمانی که با دو هایدروژن و دو الکترون تعامل میکنه هایدروژن ها بالای گروپ های نایتروژن از این نصب میشه از حالت FMN و FMNH2 تبدیل میشه. FMN حالت اکسیده شده است، FMNH2 حالت ارجاییش است. در اینجا یک تعداد انزایم ها مثال داده شده و گفته که کدام ویتامین ها جزء یعنی به شکل کوئنزایم عمل میکنه و این نام کوئنزایم از چی هسته. یادتان باشه که انزایم ها ببخشین ویتامین ها اکثریت ویتامین ها
به شکل کوئنزایم عمل میکنن، خصوصا خانواده بی کامپلکس تمام از یا به شکل کوئنزایم عمل میکنن. از این خاطر زمانی که ما میگیم که برای یک نفره که ضعیف است برش دوا میتن، در پولی از او ویتامین میتن، ملتی ویتامین میتن، به خاطر که میگن تقویه شوی، تقویه خود از انرژی نمیتن ویتامین ها، بلکه ویتامین ها به شکل کوئنزایم عمل میکنند تا انزایم ها متابولیسم به خوبی پیش ببرند، کاربوهیدرات، لیپید، پروتئین، امینو اسید ها و غیره را تجزیه کرده بتوانند یا متابولیسم کرده بتوانند. از این خاطر خیلی خصوصا خانواده بی کامپلکس به شکل کوئنزایم عمل میکنند. دیگه میتونند مثلا ویتامین K به شکل کوئنزایم عمل کنند و امیر قم ویتامین C و اینا. خب میایم سر تصنیف انزایم ها. اول پیش از اینکه بریم به تصنیف انزیم ها، بهتری است که یک مقدار درباره نامگذاری انزیم ها چیز معلومات داشته باشیم. نامگذاری انزیم ها معمولا در اکثریت حالا شما انزیم ها رو ببینین یک پسوند A, S, E در آخر نام انزیم ها موجود است. البته نام انزیم ها از سبستریت گرفته میشه که سر ای انزیم عمل میکنه و یک پسوند A, S, E سرش چی میشه؟ علاوه میشه. مثال دیدیم قند دو قیمتی لکتوز است، این حالا از نام از میگرفتش انزایمی که لکتوز را تجزیه میکنه لکتیز گفته میشه، آخرش ASE است. مثلا انزایم سکریز که قند دایسکراید سکروز را تجزیه میکنه، انزایم لایپیز که سر شحمیات تریگلیسرید عمل میکنه، یوریز که یوریا را تجزیه میکنه. میبینین آخرش یک ایز داره، ASE. ای اکثریت حالات است. خب بازم و دیگه چی هسته؟ یکی خود گفتیم که نام از سبستریت گرفته میشه که سرش عمل میکنه و پسوند ASE داره. دیگه نظر به نویتی که نویت تعامل که انجام میده، مثلا اگر در گروپ در اینجا مثال داده شده که گروپ میتایل انتقال میده، ترانس میتایل زیاد میشه یا اکسیدیشن انجام میده، اکسیده زیاد میشه، درست است؟ یا میرقه هم در تعاملات ریدکشن وقتی که نقش داره ریدکتیز نام انزایم ها گفته میشه. بنان یکی خود گفتیم نام ها از چی گرفته میشه؟ از سبستریت سرش عمل میکنن. بعض انزایم ها نامشان از نویت تعامل که انجام میتن گرفته میشه و بعض انزایم ها نامگذاریشان نامگذاری معمولی است یا مروج است که اینا ارتباط به دو بحث بالای ما ندارن. مثلا انزایم پیپسین، تریپسین، کایموتریپسین، این انزایم ها رو ببینین، رینین، این انزایم های هستند که در سیستم هاضمه شما موجود هستند، سر پروتین ها تاثیر میکنن، اما ببینین هیچ ارتباط به سبستریتی که عمل میکنه سرش نداره و یعنی نوعیت تعامل را که انجام میده به او ارتباط نداره. یعنی این نام های مروج است که یک تعداد انزایم های کم نام های مروج هم داره. خب دیگه کمیسیون تعیین شده توسط اتحادیه بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی به خاطر تعیین نامگذاری یا تعیین نامگذاری انزیم ها، این یک نامگذاری را ایجاد کردن که او یک هر انزیم دارای یک شماره چهار رقمی است، یعنی یک شماره داره که از چهار رقم تشکیل شده. این چی را نشان میده؟ دیگه مثال داده شده، میبینین یک انزیم هست که 2F11 است. چی مونا؟ انزیم ها به 6 کلاس اساسی تقسیم شدن که در کلاس دومش است. بنان رقم اول چی رو نشان میده؟ کلاسه. رقم دوم چی رو نشان میده؟ سب کلاسه یا زیر صنفه. رقم سوم سب کلاس یا زیر صنفه. درست است که باز هم اینه سب کلاس ها وقتی که تجزیه شده چند کلاس هر کدامش، بعد از زیر کلاس از این رقم نشان میده و بعد از هر انزایم مشخص یک شماره خودش داره، درست است؟ خب مثلا 2F11 مثلا در اینجا مثال میتیم در تقسیم بندی که 6 کلاس انزایم ها تقسیم شده به 6 کلاس کلان، به 6 صنف کلان. صنف دومش به نام ترانسفیرز ها یاد میشه، انزایم هایی که عملی انتقال انجام میدن. اینا رو در اونجا در صنف در کلاس دوم سب کلاس اولش او ترانسفیرز های هست که گروپ کاربن انتقال میدن. خب پس میشه 2-1 دو کلاسش ترانسفیراز ها، زیر کلاسش یا سب کلاسش ترانسفیراز هایی که گروپ کاربونه یک کاربون انتقال میتن. اینا باز یک زیر کلاس داره،
او گروپ او انزایم هایی که یک گروپ میتایل انتقال میده او باز زیر کلاس یک داره، یعنی دو یک یک از شماره از یا میتایل ترانسفراز هاست. و یا هایدرو کلاس زیر کلاس دومش چی هست که دو یک دو میشه، ببینید اینجا رقم آخر دو شده، ای هایدروکسی میتال یا فارمایل دیگه مرتبط به می که گروپ ها را انتقال میده، ببینید که هایدروکسی میتال انتقال میده. و زیر کلاس سوم که گروپ کاربوکسیل و یا کاربومایل چی میکنه؟ انتقال میده، که البته وام یک کاربون است، یک کاربون است اما در شکل کاربوکسیل و یا در شکل کاربومایل انتقال میده. پس به این شکل میبینین که اول انزایم ها به کلاس ها تقسیم شده، هر کلاس به زیر کلاس، باز هر کلاس به زیر کلاس، باز در اونجا یک هر انزایم یک شماره مخصوص خود داره. خب بازم که تا پیش از اینکه بریم به خود انزایم ها را سنفاش سری صحبت کنیم، میاییم که انزایم ها چطور تعیین مقدار میشن، واحدهای قیاسی از چی است. مثلا ما شما میگیم که گلوکوز در خون ما چقدر گلوکوز است، مثلا میگیم حد نرمال 70 تا 110 میلی گرام فی دیسیلتر خون است. میبینین واحد قیاسی از میلی گرام است، چون کتله از ما وزن چی اندازه میکنیم. اما در انزایم ها کتله را ما اندازه کرده نمیتونیم، به خاطر که کتله را اندازه کرده نمیتونیم که یک تعداد یک مقدار انزایم ها به شکل غیر فعال خدا موجود دارن، بنان شکل غیر فعال انزایم ها به درد ما نمیخوره و انزایم ها به شکل ایزو انزایم ها و ایزو فرم های مختلف موجود می باشه، بنان ما ضرورت داریم که عموم انزایم هایی که فعال هسته اندازه کنیم. بنان جدا کردن از نگاه کتله، جدا کردن انزایم های فعال و غیر فعال کار آسان نیست. از او خاطر خیلی در بحث انزایم ها چی میشه، فعالیت انزایم ها را ما اندازه گیری میکنیم، چقدر فعالیت انزایم در یک مقدار حجم معین خون ما یا مایات دیگه فیزیولوژیک ما و یا هر بخش کوجرات بگیم یا در به شکل انویترو در هر چیزی که وجود داشته باشه، چقدر چی وجود داره، فعالیت امو انزایم وجود داره، که ره با فعلا به واحد انترنشنال یاد میکنن IU انترنشنال یونت است. درست است؟ اگر تعریف کنیم ایره چطور تعریف میکنیم، یک واحد انترنشنال بر هر انزایم عبارت از اون مقدار اما از اون انزایم خاصه است که یک مایکرو مول سبستریت، ببینین یک مایکرو مول سبستریت در 30 درجه سانتیگراد و در پی اچ مناسب در یک دقیقه به چی تبدیل کنه؟ به محصول تبدیل کنه. البته اینجا اشتباه شده که به سبستریت تبدیل کنه، نه خیر نه. بازم تعریف میکنیم، یک واحد انترنشنال مقدار انزایم را میگن که یک مایکرومول سبستریت در یک دقیقه البته در 30 درجه سانتیگراد و در پی اچ مناسب مو انزایم به محصول تبدیل کنم. خب یک تعداد واحد های خاص هم بر یک تعداد انزایم ها که برای اولین بار کشف شده بودن، یک تعداد واحد های خاص هم بر از او استفاده می شدن. مثلا بر الکلین فاسفاتیز، انزایم الکلین فاسفاتیز یک واحد به نام کینگ آرمسترانگ استفاده می شه. مثلا به انزایم امایلی از واحد سموجی یا استفاده میشه، ولی بیشتر حالا فعلا همین واحد های انترنشنال چی میشه استفاده میشه. و یک واحد دیگه به نام کتل بود که پیش از واحد انترنشنال، این واحد چون واحد بسیار کلان بود از این خاطر حالا جای خود به واحد انترنشنال داده. ببین تقریبا مشابه به واحد انترنشنال از کتل هم، کتل میگیم از مقدار فعالیت انزایم است که یک مول سبستریت را یک مول سبستریت در فی ثانیه به محصولش تبدیل میکنن. ببینین در اینجا حالا مول از سبستریت مقدارش مول شده، بسیار زیاد شده، در واحد انترنشنال مایکرو مول بود، در اونجا واحد زمان کلان بود، دقیقه بود، در اینجا واحد ثانیه شد. بنان یک مول سبستریت در یک ثانیه تبدیل کنه بسیار زیاد است. از این خاطر واحد کتل فعلا حالا استفاده نداره، جای خود با واحد انترنشنال داده، چون یک مایکرو مول در یک دقیقه تبدیل شده، بنان هم مقدار در مایکرومول کاهش پیدا کرده و هم در زمان به دقیقه چی کرده افزایش پیدا کرده. چیزی که یاد ما باشه که در 30 درجه سانتیگراد و پی اچ مناسبش تعریف میشه. خب یک اصطلاح دیگه داریم که ما میتونیم که فعالیت مخصوص انزایم ها را تعیین کنیم، او رو میگیم تعداد واحدهای فعالیت انزایم، البته اینترنشنال یونت، در فی میلی گرام پروتئین انزایم است. یعنی ما ببینیم که از یک مقدار پروتئین کتله
پروتئینی یک انزایمی که داری چقدر از این چی هست فعال است، بنان اون مقدار فعال وقتی که ما ارزیابی میکنیم فعالیت مخصوصی از او گفته میشه. خب میایم سر صنف بندی از این صنف بندی از ایره به او بسیار تفصیلی که به تمام زیر واحد ها من نمیرم، ولی بازم یک مقدار تفصیلی برتان میگم. البته شما ضرور نیست که تفصیلی به این اندازه یاد بگیرین، شما همی شش صنف عمومیشه که یاد داشته باشین دیگه همی کفایت میکنه، نمایش به ترتیب یاد داشته باشین. خب اول انزایم ها به شش صنف اساسی یا شش صنف بزرگ تقسیم میشه. صنف اولش همیشه اکسید و ریدکتیز هاسته، صنف دومش همیشه ترانسفریز هاسته، صنف سومش همیشه هایدرولیز هاسته، صنف چهارمش همیشه لیز هاسته و صنف پنجم همیشه ایزومیریز هاسته و صنف ششم همیشه لایگیز هاست. اینو باید به می ترتیب یاد داشته باشین، همیشه اشتباه نکنین که لایگیز بیارین به جای ترانسفریز در شماره دوم، چون در امو شماره چهار رقمی باز تغییرات میه. درست؟ خیلی هر صنف ازی به زیر صنف و هر زیر صنف ازی به زیر صنف های دیگه چی میشه؟ تقسیم میشه. میریم یک مقدار آیسته آیسته به بسیار به شکل مجمل و متعام خلاصه میبینیم، یک مطالعه میکنیم شان. خب اول صنف کلان اکسید و ریدکتیز ها را میبینیم. ایتا از نامش پیداسته که ایتا املات اکسید و ریدکشن ها را تا چی میکنه؟ کتالیز میکنه که در اونجا انتقال الکترون یا به شکل آیون هایدراید ها و یا به شکل اتم هایدروژن در اونجا چی میکشه؟ اتفاق میفته. خب البته خود همی صنف کلان اکسید و ریدکتیز ها بازا میبینین به شش زیر صنف یا شش صنف کوچک دیگه یا شش سب کلاس دیگه چیزا تقسیم شده. البته این هم ترتیبش بسیار مهم است. اولش اکسیداز هاست، دومش دی هایدروژنیز های غیر هوازی است، ایروبیک دی هایدروژنیز هاست، سومش ان ایروبیک دی هایدروژنیز هاست، دی هایدروژنیز های غیر هوازی که موجودیت اکسیژن برشان لازم نیست، هایدرو پروکسیدیز هاست، صنف چهارمش، صنف پنجمش اکسیجنیز هاست، البته صنف ششمش هم یا زیر صنف ششم ما ریدکتیز هاست، البته یا زیر صنف های کدام بخش بود؟ زیر صنف های اکسید و ریدکتیز ها بود. ولی هر کدامش میشه که یک مثالش برای هر کدام ببینیم، یک مطالعه اجمالی کنیم. خب اولین زیر صنف اکسید ریدکتیز ها چیست؟ به نام اکسیدیز ها یاد میشه. البته به کمک اکسیژن اتم هایدروژن سابستریت چی میکنه؟ میکشه. البته اکسیژن اینجا چی میکنه؟ اینا مصرف میکنن. درست؟ به کمک مصرف اتم اکسیژن هایدروژن سابستریت میکشه. اکسیدیز هستن. مثلا اسکوربیک اسید ببینید اینجا، اینی کربن دوم سوم از این ببینید یک OH داره و رابطه هم اینجا جفت است. پس با یک اتم اکسیژن دو دانه هایدروژن کشید، اینجا چی شد؟ یک مولکول آب به وجود آمد و اینجا رابطه جفته بین از اکسیژن ها به وجود آمد. از اسکوربیک اسید یا ویتامین سی به شکل دی هایدرو اسکوربیک اسید چی شد؟ تبدیل شد. خب صف دوم ایروبیک دی هایدروژنیز هاست. دی هایدروژنیشن انجام میشه، حتما هدفی هست که هایدروژن کشیده شود، درست است؟ اما در اینجا اکسیژن هوا، اکسیژن محیطی ضرورت است، درست؟ خیلی شما ببینین گلوکوز در اینجا، ما شما ببینیم که اینی کربن گلوکوز، ببینین کربن با او اچ وصل است. حالا دو دانه هایدروژن از این کربن میکشه بالای اکسیژن مولکولی نصب کرد، ببینین هایدروژن پراکساید تشکیل شد، اینجا اکسیژن مولکولی مصرف شده، اکسیژن هوا. گلوکوز به گلوکونوئید چی شد؟ تبدیل شد، یا گلوکونولکتون ببخشید، به گلوکونولکتون تبدیل شد. اینجا میبینید حالت کیتوزی را ایجاد کرده. خب این ایروبیک دی هایدروژن هست که البته عملیه دی هایدروژنیز در موجودیت اکسیژن محیط انجام دیگهش. ان ایروبیک دی هایدروژنیز است زمان که اکسیژن در محیط انجام موجود نباشه یا دی هایدروژنیشن انجام میده انزایم ها. مثلا شما با زیر در بخش ان ایروبیک گلایکولایز اسید تعامل میخونین، پایروبیک اسید چیکار میشه؟ ببینین دو هایدروژن وقتی که سرش نصب شد البته چی تبدیل میشه؟ لکتیک اسید.
البته یادمان باشه که تعامل دو طرف هست، از لکتیک اسید دو دانه هیدروژنش که میکشه بالای این ای دی، ببینید بالای کوین انزایم این ای دی که نصب میشه، این ای دی اچ پلاس اچ به وجود میاره و ای چه میشه، از شکل کیتونی به شکل الکولیک به شکل کیتونی تبدیل میشه، یعنی لکتیک اسید به چی تبدیل میشه؟ به پایروویک اسید. خیلی در این وقت عملی انجام میشه که هایدروژن به اندازه کافی موجود نباشه، پایروویک اسید به چی تبدیل میشه؟ به لکتیک اسید، و لکتیک اسید هم این انزایم میتونه که دوباره پس به پایروویک اسید تبدیل کنه. درست که اینجا اکثرا انزایم هایی که در این تعاملات سهم میگیرن به شکل کوئنزایم، البته کوئنزایم هایی که سهم میگیرن NADs, NADPs, FADs هستن. درست دیگه هایدروپروکسیدیز هاست که در اینجا ما شامل دو انزایم ها داریم، دو کتگوری انزایم ها، کتالیز هست و پروکسیدیز هست. هر دویش هایدروجن پروکساید تولید شده در بدن ما را خونسا میکنه، اما کاتالیز چی کار میکنه؟ هایدروجن پروکساید خونسا کرد آب و اکسیژن مولکولی را به وجود میاره. شما اگر در تستیوب یا عملیه را انجام بدین اکسیژن را میبینین به شکل حباب ها تشکیل میشه. اما پروکسیدیز ها چی کار میکنه؟ هایدروجن پروکساید تجزیه میکنن، به آب تبدیل میکنن، اکسیژن را چی نمیکنن؟ تولید نمیکنن، که البته زیر کلاس چهارم اکسیدو ریدکتیز ها بود. زیر کلاس پنجم از اکسیجنیز ها است. خب البته این امو اکسیجن مولکولی خود ببخشید اکسیجن در یک مولکول سبستریت چی میکنه؟ کاتالیز میکنه یا سرازو عمل میکنه. مثلا جیبین یک امینسی داریم به نام فینایل الانین. سر ازید ببینید در حلقه فینول ازید زمانی که یک OH نصب میشه، ببینید یک اکسیژن اینجا نصب کرد، یک ترکیب اکسیژنی جز مولکول چی شد؟ همین خود مولکول مرکب شد یا جز مولکول شد از سبستریت، از فینال الانین به تایروزین تبدیل شد. البته انزایمی که کار انجام میده فینال الانین هایدروکسیلیز است. درست؟ ببینید در اینجا عملیه کوئنزایمش NADPH است که به NADP چی شد؟ تبدیل شد. های اکسیژنیز ها دقیقاً اونمو اکسیژن های مولکولی را چی میکنه؟ در اکسیژن های خود مولکول سبستریت اونجا چی میکنن؟ داخل است این انزایم ها. ریداکتیز ها صنف ششم اکسید ریداکتیز ها چی هست؟ کلاس ریداکتیز هاست. از نامش پیداست که عمله ارجاع را انجام میتن. درست است؟ میبینیم ما گلوتاتین به شکل اکسیدایز داریم. گلوتاتین یکی از مرکبات بسیار مهم در بدن ماست. این دی پیچ که به شکل کوئنزایم در انزایم گلوتاتین ریداکتیز عمل میکنه، این انزایم گلوتاتین ریداکتیز از این دی پیچ هایدروژنش میگیره، بالای شکل اکسیده گلوتاتین نصب میکنه، ایره به شکل گلوتاتین ارجاع شده چی میکنه؟ تبدیل میکنه. یعنی دی پی اچ کوئنزایم که هایدروژن های خود از دست داد به شکل اکسیدش تبدیل میشه، ان دی پی میشه. خب صنف دوم انزایم های ما ترانسفراز ها بود. ترانسفراز ها از نامش پیداسته که یک مولکول، یک بخش یک مولکول از یک سبستریت میکشه به یک مرکب دیگه نصب میکنه، یا بگیم که این انزایم ها یک گروپ مولکولی را از یک سبستریت میکشن بالای سبستریت دیگه نصب میکنن. مثلا دیگه ببینین یک ماده است که A با X وصل است. در این مثال هم تو عمومی ببینین این انزایم ها X از ماده A کندک بالای B نصب کرد، B خالی بود B X شد، A X که بود به A تبدیل شد. ببینین این کارا میکنه ترانسفراز ها، یک گروپ انتقال میکنه از یک ماده به ماده دیگه. البته این به چند کلاس دیگه تقسیم شده که یکی از کلاس های اول از این به نام ترانس امینیز، از نامش پیداسته که انتقال گروپ امین وساطت میکنن. در این مثال ببینیم گلوتامیک اسید یک امین اسید است که در اینجا یک دونه گروپ امین داره. درست است؟ در کربن الفای خود. خب چی کار میکنه؟ این انزایم ها از گروپ امینش از گلوتامیک اسید میکشن زر پایروویک اسید نصب میکنن. زمانی که نصب کرد این گلوتامیک اسید دیدیم گروپ امینش که جدا شد، الفا کیتو گلوتارید تبدیل شد و پایروویک اسید که سرش یک گروپ امین نصب شد به الانین تبدیل شد. البته مثال ضروری نیست فعلا شما یاد بگیرید، فقط یادتون باشه که ترانس امینیز ها گروپ امین از یک مرکب A میکشه و مرکب B نصب میکنه.
طبيعي است که مرکب A که گروپ امینش تبدیل شد به یک مرکب دیگه تبدیل میشه، یک مرکب جدید تبدیل میشه، مرکب B که سرش یک گروپ B نه یک گروپ امین نصب شده یک مرکب جدید دیگه تبدیل میشه. زیر صنف دوم از در بخش ترانسفراز ها فاس ترانسفراز هاست که در یک جزء اساسی از کاینیز هاست که با نام کاینیز ها میاد میشه یا چی کار میکنه؟ یا از نامش پیداست که گروپ فاسفید از یک مرکب کنده بالای مرکب دیگه نصب میکنه که مثالش کاینیز ها چی میکنه کار میکنن؟ از ای تی پی یک دانه فاسفید میگیرن سر یک سبستریت دیگه چی میکنن؟ نصب میکنن. مثالش گلوکوز به گلوکوز 6 فاسفید تبدیل شده، موقعیت 6 یک دانه فاسفید چی شد؟ نصب شد. درست است که اینم ایره انزیم های اگزوکاینیز و گلوکوکاینیز ها انجام میده. از ای تی پی ببینید یک دانه فاسفیدش گرفت که سر گلوکوز نصب کرد، ای تی پی به چی تبدیل شد؟ ای دی پی یعنی ادینوزین ترای فاسفید به ادینوزین دای فاسفید تبدیل شد. پاس ترانسفراز هاست. زیر صنف دومش ترانس میتایلیز، از نامش پیداست گروپ میتایل انتقال میده. این انزیم هم گروپ میتایل از یک مرکب ام میکشن به مرکب بی نصب میکنن. صنف چهارم زیر صنف چهارم از این ترانس پپتایدیز هست که معمولا یا امین اسید ها یا گروه یا پپتاید های کوچک از یک مرکب کنده با مرکب دیگه چی میکنن؟ نصب میکنن. ببینین یا چی کار میکنن؟ ببینین بنزوئل کوئنزایم ایس سرزی امین اسید گلایسین وقتی که نصب میکنه بنزوئل گلایسین یا امو یوریک اسید چی میشه؟ تولید میشه. زیر صنف پنجم از این ترانس اسایلیز هست. گروپ اسایل چی میکنه؟ انتقال میده بالا یک مرکب. مثلا ببینید کولین اسایل ترانسفریز است. برای گروپ کولین گروپ اسیتایل چی میکنه؟ نصب میکنن. کولین اسایل ترانسفریز که اسیتایل کولین اونم یک نیرو ترانسمیتر بدن ما چی میکنه؟ ایجاد میشه. ترانس اسایلز یک گروپ اسایل یعنی اونمو اسید های عضوی که یک رابطه آزاد داشته باشن اونم ما اسایل میگیم. درست زر مجموع کلشه که یک نوع عضوی اسایل است. خیا اینه میره ترانس اسایلز ها اونمی اسید های شحمی بگیم میشه یا اسید های عضوی چی میکنن؟ انتقال میتن به یک مرکب دیگه از یک مرکب به مرکب. صنف سوم و عمومی ما چی بود؟ هایدرو لیز ها بود. هایدرولیز ها از نامش پیداست که هایدرولیز میکنن. درست؟ با نصب آب یک مرکب چی میکنن؟ مشکنانن. آب اونجا نصب میشه. ببینین مرکب ای بی آب نصب شد. هایدروجنش با ای نصب شد و اویجش هم با بی. ببینین این مرکب از هم شکست. هایدرولیزش میکنن. البته هایدرولیز هم چه از زیر سمپ های دیگه داره. که یکی از جمله اولش پروتین هایدرولیزنگ انزایم هاست. انزایم هایی که پروتین ها را هایدرولیز میکنن یعنی مشکنانن به کمک آب که به نام پروتینیز ها میاد میکنن یا پروتیاز ها میاد میکنن یا پروتیلایتیک انزایم ها میادش میکنن. خب این با دو زیر سمپ دیگه تقسیم شده اگزو پپتایدیز هاست و اندو پپتایدیز ها. بی از نامش پیداست اگزو پپتایدیز که یعنی اگزو پپتایدیز ها و از ایفیشن چی هست که یک زنجیر پولی پپتایدی یا پروتینی از دو نهایت از یایی را تجزیه کنن. ایره با نام اگزوپپتایدز یاد میکنیم که یا از نهایت سی ترمینال نهایت سی که گروپ کاربوکسیل آزاد داره یا نهایت ان ترمینال که گروپ امین آزاد داره. و اندوپپتایدز ها مو انزایم های هستن که یک زنجیر پلیپپتایدی یا پروتینی را از قسمت های وسط مشکنن. مثال از این اندوپپتایدز ها رو ببینین تریپسین کایموتریپسین ها یا اندوپپتایدز یک زنجیر پلیپپتایدی را یا پروتینی را از قسمت های وسط مشکنن. و اگزوپپتایدز ها پولی پپتایدیز هستن که یک زنجیر پولی پپتایدی از نهایتش امین اسید را جدا میکنن که امینو پولی پپتایدیز است که از طرف که گروپ امین آزاد دارن و کاربوکسی پولی پپتایدیز که از طرف که گروپ کاربوکسیل آزاد دارن امین اسید ها را از یک زنجیر پولی پپتایدی جدا میکنن. نگه داریم ترای پپتایدیز است که یک ترای پپتاید تجزیه میکنن و دای پپتایدیز که یک دای پپتاید تجزیه میکنن. زیر صنف دومش کربوهیدرات هاست یعنی امون انزیم های هایدرولیز کننده کربوهیدرات هست که یا مکسن فیلم سیار زیر صنف های زیاد داره. مثال از میبینین یک لکتیز هست. مثال پیشتر دادیم که لکتوز تجزیه میکنه با گلکتوز و گلوکتوز. ببینین ایره چی میکنه؟ هایدرولیز میکنه با مولکول آب. ایره چی میکنه؟ مشکنه مولکول آب سر خود از این مرکبات نصب میشه. زیر صنف سیومش انزیم های هایدرولیز کننده لیپید هاست. مثالش که یکی زیر صنفش لایپیز هست که ترای گلیسرید تجزیه میکنن.
کلسترول استریز است که استر کلسترول که با اسید های شحمی و اینا استر هستن، از اونجا تجزیه میکنن، کلسترول و اسید شحمی چه جدا میکنن. فاسفول لیپیز هاست که چند نوع داریم، A داریم، B داریم، C داریم، D داریم. انواع از هست که بازی هم فاسفول لیپید ها را تجزیه میکنن که شما در بخش استقلابات شحمیاتی را باز به تفصیل خواهید خواند. ببینین زیر صنف چهارم دی امینیز هاست، گروپ امین از یک مرکب جدا میکنه، پس میکنه، که شامل ادینیز و گوانیز است. یعنی از ادینین و گوانین گروپ های امینشانه که هایدرولیز کنه، جدا کنه. ادینین با هایپوزانتین تبدیل میشه و گوانین هم با زانتین، که دو تا را باز در استقلابات پیورین ها و پریمیدین ها در یک فصل باز مکملی را میخوانیم. دی امایدیز ها از نامش پیداسته که گروپ های اماید هایدرولیز میکنن. چی میکنن؟ جدا میکنن یا هایدرولیز میکنن خود گروپ اماید که شامل چند انزایم است، یوریز است، ارجینیز است، گلوتامینیز است و اسپرجینیز است. یا گروپ اماید دارن، میبینین این یوریا، این مرکب یوریا است، این گروپ امایدش است. انزایم یوریز اینجا از نیم میشکنن، میبینین با کمک آب گروپ امین ازش چیکرد؟ جدا کرد. دی امایدیز است که چی میکنن؟ گروپ اماید ازش جدا میکنن. دیگه زیر صنف ششم از این انزیم های دیگه ایدرولیز کننده است که باز یا باز هم تقسیم شده به فاسفاتیز ها و همین رقم ایدرولیز کننده های متفرقه. فاسفاتیز ها ببینین باز به صنف های خورده دیگه تقسیم شده، فاسو مونوستریز هاست، فاسو دایستریز هاست، فاسو ریلیز هاست، پایروفاسفاتیز هاست و نوکلیزی هاست. نوکلیز ها که شامل دیوکسی رایبو نوکلیز است که دینه را تجزیه میکنه، رایبو نوکلیز است که آرنه را تجزیه میکنه. و دیگه همی فاسفاتیز ها کلاس ششمش یا سنفک بسیار خورده زیر سنف فاسفاتیز ها نیکلوتایدیز است که نیکلوتاید ها را تجزیه میکنه و نیکلوزاید این گروپ فاسفید. و زیر سنف دیگه هایدرولیز کنند های متفرقه هستن یا ایدرولیز کننده های متفرقه را شامل کولینیستریز و سلفاتیز است. البته کلش نمیتونم که بریم به تفصیل سر صحبت کنیم که اینا چی کار میکنن. شما یک عمومی، یک مفکوره، یک کانسپت داشته باشین خوب است. صنف عمومی کلان ما، یک صنف چهارم ما انزایم های لایز بود. انزایم های لایز معمولا امونیا، آب و کربن دی اکساید از رابط دوگانه جدا میکنن و یا هم سر رابط دوگانه اکثر نیا نصب میکنن. درست به این دو حالت هستن. اما قیاد بگیریم، مثلا فوماریک اسید ببینید اینجا رابطه جفته داره، یک هایدروژن دیگه هایدروژن داره. انزایم به نام فوماریز که فوماریک اسید سرش عمل میکنه، آب سرش نصب میکنه، ببینید گروپ آب سر رابط جفته نصب کرد. خیلی از اون خاطر این انزایم ها به نام لایز میشه که تجزیه میکنه و از رابط جفته امونیا و کربن دی اکساید و اینا را آب میتونه بکشه و میتونه که چیکنه سر رابط جفته نصب. صنف پنجم کلان ما به نام ایزومیریز هاست. ایزومیریز ها از نامش پیداست که یک ایزومیر به ایزومیر دیگه تبدیل میکنه. مثلا ما داریم گلوکوز 6 فاسید، گلوکوزی که در موقعیت ششمش یک دانه فاسید است. این انزایم ایزومیریز که به نام فاسفو هگزو ایزومیریز یاد میشه، از گلوکوز 6 فاسید به فرکتوز 6 فاسید تبدیل میکنه. گلوکوز و فرکتوز هم میفهمین که ایزومیرهای یکدیگه هستن که در فرمول و تعداد اتم های معادل هستن، ولی از نگاه شکل ساختمانی فضاییشان متفاوت هستن، ایزومیر یک دیگر هستن. خب این صنف ایزومیریز ها شامل خود ایزومیریز هاست، میوتیز هاست، رسیمیز هاست، اپیمیریز هاست، سیس و ترانس ایزومیریز هاست، اکسیدیز های داخل مولکولی هستن، ریدکتیز هاستن، امیر قم ترانسفیرز های داخل مولکولی و لیز های داخل مولکولی هستن. و صنف کلان آخر ما به نام لایگز ها یاد میشن. این انزایم ها چی کار میکنن؟ تعاملات دو مرکب را که توسط رابطه کربن کربن با هم وصل شوند، کربن اکسیژن با هم وصل شوند، کربن سلفر وصل شوند یا کربن نیتروژن، این رابطه را چی میکنن؟ ایجاد میکنن. درست است؟ خب مثلا سوکسینیک اسید است، ایره با کوئنزایم ای وصل میشه، سوکسینایل کوئنزایم ای میشه. کوئنزایم یک مرکب بسیار کلان است که اینجا نامده. درست؟ خب